بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وأنئم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وصحل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما تريد، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حق جویان.
قبل از اینکه در محضر قرآن بنشینیم، دست دعا برداریم به سوی خداوند فرستنده قرآن و با او حرف بزنیم، با او راز و نیاز بکنیم، با او مناجات بکنیم که کارها همه امور این هستی تنها و تنها در دست اوست. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هیچ قدرت و نیروی جز با خداوند بر صاحب برتری و عظمت نیست. پروردگارا، ما به ربوبیت و الوهیتت راضی هستیم و به اینکه اسلام را که تنها خدا پرستی دین ما قرار دادید و به اینکه محمد ابن عبدالله خاتم الانبیا رسول و نبی توست به شهادت میدیم و به اینکه قرآن دستور و راهنمای ماست و روش و قانون ماست. منزه است خداوندی که مالک الملک تنها اوست، نه امامی مالک الملک است و نه پیغمبری نه فرشته ای، برعکس آنچه که روحانیت های مزور و دروغگوی پیغمبر پرست و امام پرست و قبر پرست ادعا می کنند. خداوند هیچ شریکی در ملک و ملکوتش ندارد، به هر که می خواهد قدرت می دهد و از هر کسی که می خواهد قدرت را می گیرد و به هر کسی که می خواهد عزت می دهد و به هر کسی که می خواهد ذلت می دهد و همه اینها بر مبنای حکمت هاست. پروردگارا، خیر تنها در دست توست و تو بر همه چی قادری. ما و بینندگان موحد ما خیر و نیکی و لطفت را ازت خواهانیم. منزه است خداوندی که شب را داخل روز و روز را داخل شب می کند، زنده را از مرده بیرون می کند و مرده را از زنده بیرون می کند. و سبحان و منزه است خداوندی که هر کسی را که بخواهد بدون حساب رزق و روزی می دهد. منزه است خداوند در صبح، در صبحگاهان و در شامگاهان حمد و ثنای او در آسمان ها و در زمین و در همه جاست. پروردگارا، تو منزهی است، حمد و ثنا از آن توست به تعداد مخلوقاتت، به وزن عرشت، به اندازه خوشنودی نفست و به اندازه کلماتت. ما انطوری که شایسته ثنای تو هست نمی توانیم، تو همچنان هستید که خود را خود ثنا کرده اید. پروردگارا، تو منزهید، هر آنچه که در آسمان ها و زمین هست، در دریاها و رودخانه ها هست، در شب و روز هست، در همه و همه کائنات تسبیح گوی تو هستند. ای ذاتی که اجنه ها در شکم مادرانشون تسبیح تو میگویند، ای ذاتی که آب دریاها تمام می شود قبل از اینکه کلماتت به پایان برسد، کلماتت انتهایی ندارد. ای ذاتی که، ای خالقی که، ای مالکی که، ای ولی مطلقی که، نه در الوهیتت، نه در پروردگاریت، نه در صفاتت هیچ کدام هیچ شبیه و نظیری نه در ذاتت داری نه در صفاتت، و ما بچنین توحیدی ایمان داریم، برعکس آنچه که مشرکان امام پرست و قبر پرست و پیغمبر پرست این صفات تو را پروردگارا به بت‌های مخلوق خود دادند، ما از عقایدشون بیزاریم. ای پروردگارا، ای ذاتی که همه آسمان ها و زمین با کلمه از تو بنا شده و همه مخلوقات را تو آفریدید، ای حنان، ای منان، ای مهربان، ای مولای ما، ای تنها مولای ما، ای تنها پناهگاه ما، ای خالق نور و ظلمت ها، ای کسی که، ای ذاتی که زندگی را، رزق و روزی را به درجاتی بین مردم تقسیم کرده است. اجل ها تنها در دست توست، رزق و روزی تنها در دست توست،
نه در دست مردگان و زندگان، ای ارحم الراحمین، ای رب العالمین، ای پروردگارا، ما ثناگوی تو هستیم. تو امر کردید که ما دعایت بکنیم و وعده من دادید که استجابت کنید. ما مثل قبر پرستان به سوی قبرها نمی رویم، بلکه تنها و تنها به سوی تو می آییم. دست ما را خالی باز نگردان. تو به ما وعده ده، تو به ما امر کرده اید پروردگارا که دعایت بکنیم و وعده من دادید که استجابت کنید. ای صاحب قدرت، ای صاحب جود و احسان، ای ذاتی که در تنها در طاعت توست که سعادت دو دنیا نصیب می شود و تنها در مخالفت توست که شقاوت دو دنیا نصیب می شود. ما را، دست ما را بگیر، ما و بینندگان ما را هدایت کن. منزه از خداوندی که حمد و ثنایش از حد ما بیشتر است. پروردگارا، تو آنچنان هستید که خودت را خود ثنا گفته اید. قدرتت نامحدود است و به عزتت و به قدرتت بر همه چیز حاکمید. ای زنده و ای فرمانده، ای مدیر و ای مدبر، ای خالق آسمان ها و زمین، ای ذوالجلال و الاکرام، توفیق تنها در دست توست. مشکل گشای هستی تنها تو هستید. معین و یاور و ناصر تنها تو هستید و علم مطلق تنها در دست توست. نه امامی و نه مأمومی کار این نیست. حمد و ثنا از آن توست. ای پروردگارا، ما به کلمه ات چنگ میزنیم. ای رب ملکوت آسمان ها، رب و که ملک و ملکوت آسمان ها و زمین تنها در دست توست. ما بر تو توکل میکنیم که مرگ را به سویت راهی نیست. هر گونه اذیت و آزار را از ما و بقیه موحدان دور نگهدار که تو بر همه چیز قادری. پروردگارا، تو منزهی، حمد و ثنا از آن توست. ما گواهی می دهیم که لا اله الا انت، هیچ معبود راستینی، هیچ مشکل گشایی، هیچ شفا دهنده ای، هیچ مریض کننده ای، هیچ کاری جز خودت نیستید. خودت همه کاری اید و دیگران هیچ کاری. گناهان ما را ببخش، ما به سوی تو توبه میکنیم. پروردگارا، تو رحمان و رحیمید. منزه از خداوندی که قرآن فرستاده، انسانو خلق کرده، بیانو بهش آموخته. منزه از خداوندی که خورشید و مهتاب را به حسابهای دقیق مقدر کرده. منزه از خداوندی که ستاره ها، از ستاره ها تا درخت ها، از ذرات تا کهکشان ها، همه در مقابل او فرمان بردارند و سجده کننده. منزه از خداوندی که آسمان را بدون ستونی که دیده شود برافراشته و میزان قرار داده که بدی ها و نیکی ها شمرده بشن. سبحان از خداوندی که دریای خشک و شیرین به هم قاطی نمی شود. سبحان از خداوندی که کشتی ها در دریاها به امر او حرکت می کند. منزه از خداوندی که مجد و عظمت تنها از آن اوست. سبحان و منزه از خداوندی که عزت و قدرت تنها در دست اوست. سبحان الله، جز تسبیح گوی تو نیستیم ای پروردگارا. به ما نعمت داده اید که مثل مشرکان امام پرست تسبیح گوی قبرها و گنبدها و بارگاه ها نباشیم. ای بار خدایا، ملت ما را هدایت کن از این شرک 500 ساله ای که درش غوطه‌ور هست با قبر پرستی و امام پرستی. اونها را هدایت کن. پروردگار، تو پروردگار عظیم هستی، تو منزهی، عزل و نصب در دست توست. منزه از خداوندی که بنده اش را، محمد ابن عبدالله را در شب معراج به آسمان برد. سبحان، منزه از خداوندی که هر طور که بخواهد
بر دوستانش تجلی می کند، رحمت نازل می کند. کلمه صدق و عدل تنها به وسیله اوست که به اتمام می رسد. منزه از خداوند از هر نوع شریک و انبازی. سرغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. حمد بی حد شکر بی پایان تو را ای یگان خالق ارض و سما، جز تو ما را نیست معبود ای اله، مقصد و ملجا ملاز و همپنا. ما فقط یاری ز تو خواهیم و بس، در مقام بندگی در هر نفس. مستعان ما توی یارب فقط، مستعان ما توی یارب فقط. استعانت از سوای تو غلط، جز به فرمان تو ای دانای راز. تو غنی مطلقی ای کار و ساز، کل عالم را به تنهایی تو بس. خلق محتاج تو اندر هر نفس، یاری تو کل عالم را بس است. جز تو را هر کس بخواند ناکس است، غیر تو عاجز فقیر و ناتوان. همه قبرها، همه مردها، همه امامها، همه بزرگان، همه کوچکان، غیر تو عاجز فقیر و ناتوان. جمله محتاج تو اندر دو جهان. استعانت از خلایق ناروا، در اعانت عجز دارد ماسوا الله. قادر مطلق توی ای ذوالجلال، تو سمیعی و بصیر و لایزال. ما شهادت می دهیم ای کردگار، نیست و نبود غیر تو حاجت روا. مؤلف محترم پروردگار گذاشته، لیکن این جمله شما عوض کردم. هم محمد بنده ای مرسل تو را، بر مسلمانان عالم، بر مسلمانان عالم مقتدا. بی عدد بی حد صلات و هم سلام، بر محمد مصطفی خیر الانام. هم به روح آل و هم اصحاب او، بر تمام اطرت و احباب او. ای خدا ای ارحم از هر مادری، جز در تو نیست بهر مادری. ای خدا ای ارحم از هر مادری، جز در تو نیست بهر مادری. رهروان راه حق را حفظ کن، شرک و بدعت را بکن بکن ریشه زبون. بر و تقوا را بکن بر ما نصیب، ای خدا ای بندگانت را مجیب. صل یا رب علی خیر رسول، هادی خلق الی خیر سبل، و علی آله و صحبه اجمعین، و ارحم اللهم شافی یا معین. خداوند به سراینده شعرهای توحیدی خیر بدهد و به عمرش برکت بدهد. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعتی را که در خدمتون هستم، آنچرا که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را در قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را، و شما برادران و خواهران محترم را، و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمی گزینند. بهترین سخن، سخن خداوند است، و بهترین رهنمود، رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و منواله، رسیدیم به آیه 74، جلسه پنجم هستیم، مجلس پنجم در شرح این آیه. خداوند خونه های ما و شما را منور کند به فهم این آیات و به عمل به این آیات.
و شکر خدا میکنیم که از میان این همه استابلهای تبلیغاتی اهل بدعت و اهل کفر و نفاق خداوند ما و شما را بر سر مائده کتابش نشانده تا سخنش را بفهمیم، حرفش را بفهمیم. و این از فضل خداوند است. تا یار کرا خواهد و میلش بکی باشد. یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا. امروز جلسه پنجم در شرح این آیه مبارکه که منافقان، درنگان، تقیه پیشگان قسم به خدا را بهانه ایمان خود قرار می دهند، سپر ایمان خود قرار می دهند. مشرکان امروز از این جلوتر زدند، به جای قسم به خدا قسم به علی و قسم به نبی و قسم به علیه السلام، قسم به قبر و قسم به امام و قسم به امامزاده و قسم به امامچه و قسم به بیلچه و قسم نمی خورن. همه این قسم ها شرک است. نه پیغمبر علیه السلام، نه اهل بیتش، نه اصحابش، هیچ کدام نه اینکه قسم ها رو نخورده اند، بلکه خیلی صریح و روشن اینها رو شرک دونستن و نهی کرده اند. قرآن در روش کارزارش با منافقان، با درنگان، با تقیه پیشگان همین مسئله رو مطرح میکنه. قسم میخونن که اون این حرف رو نزدن، در صورتی که کلمه کفر رو گفتن و بعد از اینکه تظاهر به اسلام کردن، بعد از اسلامشون کفر ورزیدن با یک اهانتی که به پیغمبر کردن. چطور با صدها اهانتی که امروز مدعیان تشیع، زندیقهای بیدین، دراز پوشان درازگوش در لباس آل بیت هزاران تهمت و پیغمبر میزنند، ارزش را، ناموسش را، اصحابش را، کتابش را، و رضا اون گروه از علما، از دانشمندان، از عقیده شناسان که این فرقه زاله رو از منافقان بسیار بدتر میدونند حق دارند. لیکن فهمیدن این موضوع بر عوام یه خورده آسان نیست، بخصوص بر عوام شیعه متاسفانه، مگر اینکه خداوند دل کسی را روشن کند. از همین عوام چقدر دیدیم از 15 ساله و 19 ساله گرفته تا 60-70 ساله، شکر خدا که هدایت شدگان هنوز قطع نشدند با این همه فشاری که در داخل کشور هست. و رضا با پیغمبرتون مؤدب باشید. شیعیان ارجمند بخصوص، هیچ فرقه ای در دنیا نیست، هیچ دینی در دنیا نیست که به پیغمبرش فحاشی کند جز شماها. تجدید نظر کنید در خودتون. شماها یعنی که علمایتون شما رو گمراه کرده اند. از یهودیان بپرسید که بهترین امت شما کیان، میگه موسی و یارانش. از مسیحیان بپرسید، از مسیح پرستان امروز، که شما بهترین امتتون کیان، میگن عیسی و حواریونش. اما از شیعیان بپرسید که بدترین امت شما کیان، میگن اصحاب محمد. این چه پیغمبریست که اصحاب، نعوذ بالله، خاکم بدهن، اصحابش بعد، همسرش بعد، و چرا ازش پیروی میکنی؟ امامت بر این ساختن نه؟ فهمیدن این موضوع متاسفانه بر عوام شیعه آسان نیست، اونم در زمانی که زمان فتنه هاست. 90% عالمان در داخل کشور یا میترسند که تا اندازه حق دارند، و یا تقیه میکنند و نفاق و درنگی که در این مورد هیچ حقی ندارند. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنان حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. به پیغمبرتون احترام بذارید، به پیغمبرتون اهانت نکنید،
و نتیجه اینها نتها را ببینید خداوند در چه روزی شما را نشونده. عبرت بگیرید، چون خدا خواهد که پرده کس دارد میلشان در تانه پاکان برد. کفرو بعد اسلامهیم، بعد اسلامشون کافر شدند و همو به مالم ینالو و با آن چیزی که نرسیدن فکر کردن، طرح ریختن، یعنی به اضافه اون چرا که پیامبرم نمیدونست، پیامبرم غیب نمیدونه مگر اون چرا خداوند خبرش کنه، ولذا درجه پیغمبری در نزد زندیقهای مده تشیع از امامت پایین تره، امامت بالاتره، با وجودی که به اندازه یک مورچه هم دلیل نداره. در قرآن کل امامت و امام زمان بازی یه نقشه توته کلیسا و کنیست و آتشکده شکست خورده. و اینها توته قتل پیامبر رو ریختن، منافقان امروزی، زندیقان امروزی در لباس امامت چکار میکنن؟ یا رهبرانو میگم، روحانیانو میگم، به جای اینکه منافقان رو روشن کنه، ابن سبا و ابن سلول رو روشن کنند که اسلاف خود اینا هستن، اومدن اصحاب محمد رو جای منافقین گذاشتن، همونهایی که قرآن بهشون وعده بهشت میده تا انتقام بنی قرزه و بنی قینقا رو در لباس تشیع از اسلام بگیرن. و همو به ما لم ینالو. خب فکر کردن به چیزی که دستشون بهش نرسید، برکه خداوند به پیغمبرش فرموده والله یعصمک من الناس، خداوند از مردم تو رو حفظ میکنه. پس این افترایی که زندیقهای مده تشیع که پیغمبر را همسرانش مسموم کردن با این آیه در تضاده. خداوند فرموده که من تو را از مردم محفوظ میکنم، همچنان که وقتی یه زن یهودی مسمومش کرد خداوند حفظش کرد، نمرد. و لذا خداوند از روزی که این آیه نازل شد والله یعصمک من الناس، اصلا حتی کسانی که ازش نگهبانی میکردن گفت برید دیگه، خداوند منو حفظ میکنه خودش. یک زن مستشرق وقتی این آیه را میخونه ایمان میاره، میگه انسان هر کسی با ممکنه یک نعوذ بالله خاکم بدهن در جهان یهودیت و مسیحیت عزیر پرستان و مسیح پرستان قائل بیند که محمد ابن عبدالله نعوذ بالله دروگویه. و این چنین روحانیانشون اونها را قانع کردند. با این حال اسلام اولین دینی که منتشر میشه در سرزمین غرب، با این همه فشار، با این همه تحریف، با این همه تزویر که راجب اسلام هستش. این زن مستشرق وقتی این آیه رو میبینه میگه که انسان ممکنه با هر کسی دروغ بگه، لیکن با خودش امکان نداره دروغ بگه. وقتی نگهبان ها را از خودش بر میداره میگه بریم پیکارتون دیگه، خدا من حفظتون، این دلیل بر صدقشه، گرچه صدق او تاریخ را آبرو بخشیده است. در طول تاریخ بشر صادقی و مصدوقی چون محمد جز پیغمبران کسی نبوده. مگه میشه خداوند پیغمبرشو بر پیغمبر آخر زمان فرستاده بذارش که این اون او رو بکشن؟ و کفروا بعد اسلامهم و همو بما لم ینالوا و ما نقموا الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. این نقمتشون بر پیغمبر بخاطر چیه؟ درنگانی که اظهار ایمان کردن، فقیر بودن، از غنایمی که مسلمانان به دست آوردن اینا هم غنیمت گرفتند، گفتن ما مسلمانیم، یعنی که بعد از آمدن پیغمبر به سویشون از مکه به مدینه ثروتمند شدن. یعنی اینا در واقع
کافران لیکن ظاهرا مسلمانان. چرا؟ منافق اینه دیگه، برای که اظهار ایمان میکنن. ولی سه صدر اسلام ببین، با وجود که اینا در کافران، خدا میگه شما کار باطل نداشته باشید، تظاهر به اسلام کرد تمام شد، نماز میاد، حج میاد، احکام اسلام انجام میده، دل با خداونده. و چه بسا از همین منافقان بعدا مسلمان شدن و خوب هم مسلمان شدن. ولی خداوند در توبه را باز میذاره. کی شایستر به توبه؟ شیعه محترم، چرا تجدید نظر در دینت نمی کنید؟ فان یتوبو یکو خیر اللهم، اگه توبه کنن بهتر به نفعشونه، یعنی بازگردن به سوی خدا. گناهکار بازگرده به سوی خدا، مجرم بازگرده به سوی خدا، شرابخوار بازگرده به سوی خدا. در توبه بازه. اونی که شرک می‌ورزه، غیر خدا رو صدا کرده، با وجودی که بالاترین گناهه، هیچ گناهی بالاتر از شرک نیست. یعنی این که شما بگی یا فلانی مدد، یا غوث مدد، یا جیلانی مدد، یا علی مدد، یا فلانی مدد، از این گناه بالاتر گناهی نیست. یعنی اینکه نعوذ بالله، عذر میخوام از این کلمه، نعوذ بالله، همخوابی با محارم، بیشتر از این نمیگم، گناهش به این اندازه نیست. غیر خدا را صدا کردن گناهش برای که شرکه. زنا با محارم و غیر محارم چیز بسیار بدیه، یکی از گناهان کبیره، لیکن به اندازه شرک نیست. بلکه در روز قیامت خداوند گفته من شرک رو نمیبخشم. یعنی کسی در این دنیا با شرک بمیرد، خداوند گفته اینو من نمیبخشم. امروز شرک داره در ایران و در عراق و در لبنان، هر جا که پای تشیع رسیده شرک داره موج میزنه، خیلی از هر منا شمسه. خب راجع به منافقان، با وجودی که اینا کافران، تظاهر به ایمان میکنن، قرآن میگه فان یتوبو یکو خیر اللهم، برای این کتاب برای سعادت اومده، برای روشن کردن راه مردم اومده. لیکن اصلاح نفس انسانی آسان نیست. مرزا قرآن راجع شما میفرماد که اگه توبه کنند بهتره برای شما. یعنی چی؟ یعنی درب توبه بر هر انسانی بازه، چه کافر باشه، چه منافق باشه، چه معصیتکار باشه، چه گناهکار باشه، چه قبرپرست باشه، چه امام زمانی باشه، چه هبروتی باشه، چه معتقد به شرک امامت باشه، در توبه بازه. معیار چیه؟ قرآن. قرآن قابل فهمه. اینطوری نیست که خمینی و امثال خمینی ها میگن از خمینی تا کلینی که قرآن قابل فهم نیست. اینا این چرندیات رو میگن داره که مردم به شرکخانه خود ببرن، دکانهای خود ببرن. و نتیجه این شرکولوژی، این دولت خبیثه است که 100 درجه از اسرائیل بدتره. برزا بیایید به دامن خدایتون، به سوی خدایتون. والله یرید ان یتوب علیکم، هر کسی خداوند میخواد به سویتون باز کرده، توبتون رو بپذیره. چرا؟ برکه خداوند توبه کنندگان رو دوست داره، پاکان رو دوست داره، لیکن اجبارشون نمی کنه، میخواد قدم اول از خودشون باشه. شرک نجاسته، توحید پاکیه، عیسی پرستی، مخلوق پرستی، امام پرستی نجاسته، پاکی خدا پرستیه. همچون که عیسی علیه السلام خودش خدا را عبادت میکرد، همچون که ائمه بزرگوار اهل بیت که هیچ امتیازی بر بقیه مسلمانان نداشتن جز اینکه از آل بیت محمدن، اندر اعتقادی هیچ فرقی با دیگران نداشتن، تابع کتاب و سنت بودن، خدا را میپرستیدن. و خداوند تائبان رو دوست داره، پاکان رو دوست داره. بیاید پاک باشید، با توحید خود را پاک کنید، با دوری از شرک، با دوری از نجاست شرک. همچنان که وقتی شما وضو میگیرید پاک میشید، میری نماز میخونید، قبل از اون باید قلبتون رو پاک کنید با توحید.
اگر انسان موحد نباشه، خداشناس نباشه، شب روز نماز بخونه فایده نداره. مگه میشه با نجاست نماز خون؟ اینا رو کی مشخص میکنه؟ خداوند. کتاب خدا چیه؟ قرآن. خب خمینی تا کلینی میگه قرآن قابل فهم نیست. چی دیگه به درد نمیخوره؟ دادنش بیه هپروتی به نام امام زمان، دو جلدش رو دادم اون آقا. اون آقا که اصلا از مادرم متولد نشده، دروغی بیشنی، وقتی هم که میاد به تورات حکومت میکنه. اه؟ پس چرا این دو جلد بردید؟ این دو جلد چرا بردید؟ آقا بازی کردن با دین اینه. اشیایان محترم بیدار شوید، دین و دنیای خودتون را از این درازگوشان درازپوش نجات بدهید. خداوند توبه کنندگان رو دوست داره، پاکان رو دوست داره. ولذا می فرماید که انی والانس والجن فی نبأ عظیم، من و انس و جن در یه خبر بزرگ هستیم. اخلق و یعبد و غیری، خالق منم، من خلق میکنم، پیدایش در دست منه، دیگران رو عبادت میکنم، دیگران عبادت میشن. آقا رزق خدا میده، میگه یا امام زمان. خود امام زمان با پدرش که بوده، اگه خودش نبوده که کیمش روزی میداد؟ حجی مجی لاکرجی میکرد؟ امام علی کیمش روزی میداد؟ پیغمبران کیمش روزی میدادن جز خداوند؟ تمام این مخلوقات در دست خداونده، اونه که خلقشون کرده، کتاب فرستاده، پیغمبر فرستاده، دیگران باید عبادت بشن؟ آیا امام پرستی جنگ با خدا نیست؟ قبر پرستی جنگ با خدا نیست؟ غیر خدا رو خوندن جنگ با خدا نیست؟ اگه تشیع اینه، خب چرا یک بار علی این کارو نکرد؟ چرا علی علیه السلام یک بار نگفت یا خودم؟ یک بار نگفت یا محمد؟ چرا حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، بقیه ائمه، حضرت ائمه رضی الله تعالی عنهم اجمعین یک بار این حرفا رو نزدن؟ خاکم بدهن که اونا چنین باشن، اونا بسی برتر از این بودن. همین کافیه که این عقاید و مشرکان دیگه آوردن. اخلق و یعبد و غیری، من خلق میکنم، دیگران عبادت میشن. من روزی میدم، دیگران سپاس میشن. آقا شما آخوند معمم، جاهلمند و غیر جاهلمند، شما در سفره امام زمان نشستی، شما در سفره حسین نشستی، چرا آخه؟ مگه حسین یا امام بلا تشبیه، بلا تشبیه به قول آیت الله برقی، امام خرانی که براتون درست کردن، مگه رزق روزی دست اونهاست؟ نه، اینا نماینده های خدا هستن. خب پس فرق شما با اسماعیلی ها چیه؟ اونا هم که همین حرفا رو میزنند که همدیگه رو تکفیر میکنی. چرا؟ اونا هم بواب درست کردن، در خون نگهبان در خدا درست کردن، اونا به طرف دیگه رفتن، فرزند حضرت جعفر اسماعیل رو امام کردن، شما این طرف هم بودی، همه تون بر سر لحاف مولای که امامت باشه دارید دعوا میکنید که بنیانگذار چه نفر یهودیه، یه خاخام با دار دستاشون. البته همون خاخامی که ابن حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه تبعیدش کرد به مدائن، سرزمین فتنه. روزی رو من میدم و یشکر و سوایا، دیگران سپاس میشن. خیری علی العباد نازل، خیر من بر بندگان فروت میاد شب و روز. آقا شما تصور بفرمایید، اکسیژن خداوند در نیم ساعت بگیره، همه جن، همه انسان ها میمیرن، همه جانداران میمیرن، دست کیه اینا؟ خیری الی العباد نازل و شرهم الی صاعد، خیر من به بندگان نازل میشه، شرشون به طرف من میاد. شرشون چیه؟ ناشکری، نافرمانی، معصیت، شرک، کفر، زنا، فساد، ربا. اتحبب الیهم بنعمی، من با نعمتهایم دنبال دوستی اونها هستم، براشون نعمت میدم که مرا دوست داشته باشن. انسان عبدالاحسانه،
آقایون میگه نه، نعمت مال امام زمانه، نعمت مال عیساست، نعمت مال عزیره، نعمت مال امام فلانیه، امام چه فلانیه. چرا آخه؟ به چه علت؟ کتاب فرستادند کجا؟ کسی رو امام زمان رو کسی دیده؟ دروغی بیش نیست که. اتحبب الیهم بنعمی و انا الغنی عنهم. من با وجود که هیچ نیازی به اونا ندارم، با نعمت هایم دنبال دوستی شونم. بعد و یتبغضون علی بالمعاصی و هم افقر شیء الی. با معاصیشون، با نافرمانیشون، با شرکشون، در صورتی که از هر چیزی به من نیازمندترند، خشم منو میخرند. من اقبل منهم، من اقبل علی منهم، تلقیته من بعید. هر کسی از اونها به سوی من بیاید، یعنی انسانها، انس و جن، اینهایی که مکلفند، هر کسی که به طرف من بیاد، از راه دور اونو قبول میکنم، میرم سراغش. و من اعرض عنی منهم نادیته من قریب. و کسی از اونها که از من اعراض کند، از نزدیک صداش میکنم، مسیج براش میفرستم، به هر نحوی پیغمبر براش میفرستم، کتاب براش میفرستم، نعمت براش میفرستم، عبرت نگرفت مصیبت کی براش میفرستم که بیاد به طرف من. اهل ذکری، اهل مودتی، اونهایی که مرا میخونن اونا دوستان منن. ای خدایا، ما و بینندگان ما، همه بینندگان ما را از کسانی قرار بده که تنها تو را میخوانند و اهل مودت و دوستی تو باشند. خداوند این چنین میفرماید: اهل ذکری، اهل مودتی، اونهایی که یاد من میکنند، اینها دوستان منند. اهل شکری، اهل زیادتی، اونهایی که از من سپاس میکنند، شکر میکنند، شکر مرا ادا میکنند، اینها بیشتر بهشون عطا میکنم. اهل معصیتی، لا اقنطهم من رحمتی، اینهایی که مرا معصیت میکنند، نافرمانی میکنند، از رحمتم اونها رو ناامید نمی کنم. الله اکبر. ان تابوا انا حبیبهم، اگر توبه کنند، بازگردند به طرف من، من دوستشونم، محبوبشونم، دوستشونم، یارشونم، یاورشونم. و ان لم یتوبوا فانا طبیبهم، اگر توبه نکنند، باز نگردند، من طبیبشون هستم. یعنی چی؟ یعنی با توبه خودت و بازگشت به سوی خدا، با خدا رفیق شو. رفاقت رو قبول نمی کنی، طبیبت میشه. بین رفیق و طبیب چرا انتخاب میکنید؟ دوستی بهتره یا جراحی؟ نوازش بهتره یا نعوذ بالله بیهوش کردن و جراحی کردن، مصیبت فرستادن، صدها مصیبت گرفتار شدن؟ این روایتی است که امام بیهقی و امام حاکم از معاذ روایت میکنند و امام دیلمی و ابن ساکر از ابو دردار روایت میکنند. پس اینجا این نقطه خیلی دقیقه که خداوند من شما با اعمال خودمون یا رفیق من شماست یا طبیب من شماست. وقتی مطیعش باشید، مثل یک فرزند نیکوکار که مطیع پدرشه، دوستش میشه، با پدرش دوست میشه و خودش برای پدرش نورچشمش میشه، خداوند فرزندان ما و شما رو صالح کند. اگر نافرمانیش کنی، طبیبت میشه، علاجت میکنه. اینا که در مساجد هستن، 90%شون ببینید چطوری اومدن با یه مصیبت، با یه مرض، با یه درد، با یک رنج. اهل ذکری، اهل مودتی، اونهایی که یاد من میکنن دوستان منن، اهل دوستی منن. ذکر خدا غیر از ذکر مشرکان اج اجیه، حس 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 اج اج، اینا سربازان ابلیس هن. اهل بیت علیهم السلام از اینا
مبرا هستند، اهل شکری، اهل زیادتی. اونهایی که سپاس من میکنن بهشون نعمت بیشتر میدم، اما گناهکارانو از رحمت خودم ناامید نمیکنم. ان تابوا فانا حبیبهم، اگه توبه کنن من دوستشون هستم. میخوای با خدا دوست باشی؟ توبه کن. میخوای با خدا دوست باشی؟ عمل صالح انجام بده، کتابش رو بخون، زندگی تو اصلاح کن. چه دوستی بالاتر از پروردگار این هستی؟ و ان لم یتوبوا فانا طبیبهم، اگر توبه نکنن، دست از شرک بر ندارن، دست از گناه بر ندارن، دست از معصیت بر ندارن، دست از شراب بر ندارن، دست از دروغ بر ندارن، دست از تقیه بر ندارن، دست از مطعه بر ندارن، دست از ظلم مردم بر ندارن، دست از حق کشی بر ندارن، دست از رشوه بر ندارن. همچنان که جامعه ورزده ایران بهترین نمونه شه. فانا طبیبهم، من علاجشو میکنم. خامنه‌ای فکر میکرد که به این روز برسه؟ رفیقش قذافی فکر میکرد که به اون روز برسه؟ خداوند میگه اونایی که توبه نمیکنن من پزشکشون هستم، معالجهشون میکنم. ابتلیهم بالمصائب، با مصیبت ها مبتلاشون میکنم. لأطهرهم من الذنوب والمعایب، با ابتلا به مصیبت ها چرا ابتلاشون میکنم؟ تا از گناهان و عیب ها پاکشون کنم با این مصیبت ها. الحسنت عندي بعشر امثالها، نیکی پیش من ده برابره و ازیاد، بیشتر از اون تا 700 برابر. و السیئت بمثلها و عفو، و بدی بمثلشه و بازم میبخشم. و انا ارعف بعبدی من الام بولدها، من نسبت به بنده ام از مادر به فرزندش مهربانترم. الله اکبر. اگر چنین مهربانی نمی بود در روی زمین کسی نمی موند. ورز آیه کریمه، یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، سخن کفر گفتن. بلکه خداوند می دونه، علم مطلق دست خداونده. فقط امام ها علم غائب دار، همه چرندیات اینها، اما خداوند سر و پنهان رو میدونه. نه مرده ها، نه ائمه بت شده، نه پیغمبر بت شده، نه با شیخ و پیر و پاتار بت شده و بقیه بت های بشری. و همو به مادم ینالو، به آنچه که بهش نرسیدن فکر کردن. همین خودش دلیل، به قول حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، همین خودش دلیل بر وجود خداونده. شما نقشه میکشید چیزی به هدفت برسید، نمیرسید. همیشه به هدفت نمیرسید. چرا؟ بلکه امر دست خداونده، کار تنها دست خداونده. فعال لما یرید خداونده، همچنان در سوره هوده. این مشرکان غالی که در لباس روحانیت تشیع، از خمینی تا کلینی، ائمه رو فعال ما یورید میکنن، ائمه رو فرماندهان هستی میکنن، اینا دروغگویان بزرگی هستند که مهارشون در قدیم و جدید در دست کلیسا و کلیسیت و آتشکده بوده. لباس و تشیع پوشیدن تا شناخته نشن. ولی چرا یکی از اهل بیت اینطوری نبود؟ مگه اینا آخه شیعه شخص کسیه که پیرو عقیدهش باشه؟ چرا علی در نهج البلاغه شما میخوری یه وهابیه، یه سنیه؟ حتی بزرگ میگه پاتو بشور، شهادتین میگه، سه شهادت نمیگه، هیچ کدوم از عقاید شیعیان نداره، نه علی نه اهل بیت علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. اما اینا میگن نه آقا زینب فعال ماتوریده، هر کسی خودشون درست کردن، خداش کردن جز خدا رو. خداوند فعال ما یوریده، هرچه بخواد میشه، برکه هستی مال اونه. بازم مشرکان امام پرست و عیسی پرست این صفات خاص خداوندی رو از خدا میگیره به معبودان خود میدن.
و غلو همینه، افراط همینه. و خداوند بنا به حکمت‌های بزرگی یه موقع انسانی چیزی رو میخواد جلوشو میگیره، نه اجازه نمیده. ممکنه چیز زیادی بخواد، بعضی از امور رو ببینید خداوند اجازهشو میده، این هم حکمت بالغی داره. بعضی نه، هم هیچ انسانی به همه هدفهاش نمیرسه. چرا؟ برای که پسورد دست کسی دیگه، رمز دست کسی دیگه، دست خداونده. مسیح پرستان مشرک این رمز رو گرفتن دادن به عیسی علیه السلام، امام پرستان مشرک این رمز رو گرفتن به زور و به دروغ دادن به امام هاشون که چرا؟ که به ریاست و قیاست برسن. توحید انسان رو راحت میکنه. دین همه پیغمبران از آدم تا خاتم خداپرستی بوده، توحید بوده و هیچ علمی بالاتر از توحید نیست. نهایت علم توحید است و نهایت عمل تقوا. توحید اینه، یک تا پرستی اینه که با خداوند دست دیگری نبینید. هر موقع با خداوند دست دیگری دیدید، چه امام، چه پیغمبر، چه ملائکه، چه جبری، هر که مشرکید، پناه بر خدا ببر. توحید اینه که با خداوند هیچ کسو نبینید، نه امام، نه امامزاده، نه امام زمان، نه بقیه اراجیف و ویرانگری که متاسفانه برای شیعیان ساختن، و نه عیسایی که مشرکان عیسی پرست خداش کردن، و نه هیچ مخلوقی در جهان. جبرئیل بدون اذن خدا هیچ کاری نمیتونه بکنه. الان اینا اذن میچسبونن، اینم یک کلک بازی. آقا امام به اذن الهی کار میکنه، به چه دلیل؟ کجا بهش اذن داده؟ براش کتاب فرستاده؟ براش وحی فرستاده؟ توحید اینه که تنها دست خدا را ببینید که در همه جا کار میکند. توحید اینه که بلند کننده و به زمین زننده تنها خدا را ببینید، عزت دهنده و ذلت دهنده تنها خدا را ببینید، نعمت دهنده و نعمت گیرنده تنها خدا را ببینید. خب وقتی خدا را اینچنین شناختید، در وقت سختی ها به طرف او میرید. چرا مردم به طرف قبرها میرن میلیون میلیون مثل گوسفند؟ برای خدا را نشناختن. وقتی خدا را نشناسند، مثل همه مشرکان میرن به سوی مرده ها. که سود میبره آخوند؟ که ضرر میکنه اسلام، قرآن، همه این جنگ های فعلی منطقه و قدیمی همش بر اساس همین مرده پرستی ها بوده و شرک ها. دین توحید است و بس. دین اینه که شما سرکارت با یه طرف باشه، با خداوند، با همون خدایی که میدونه، یا علم و مفی السماوات و الارض، تنها اوست که همه چیزو میدونه، هیچ کسی دیگه هیچ همه چیزو نمیدونه. علم او کافیه، نه نیاز به وصل داره، نه نیاز به رسید داره، نه نیاز به قسم داره، نه نیاز به شاهد داره. هر چی در خاطرت میگذره او میدونه، حرکات، سکنات، سرت، علانیتت، آنچه ظاهر میکنی، آنچه پنهان میکنید. اما پیغمبرم هم چیز علمی نداره. خب وقتی با چنین صفاتی که از خدا شناختید باش طرفید، بخواهی نخواهی منضبط میشید. چرا؟ چون میدونی که خداوند مراقبته. اما این صفاتو چرا از خدا گرفتن مرده ها میدن؟ برای که مرده رشوه بدی، نه؟ برو یه خورده قبر، سر قبر امامزه پول بینداز که تو رو ببخشه. الان به زندگان رشوه میدی کافی نیست؟ مردگان هم رشوه میدی؟ هایدی رشوه جیبی که پر میشه؟ سابقا جیب کشیشا پر میشد، الان جیب آخوندا پر میشه. اما خداوند، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. خداوند الله مشکل گشا،
ذات باری تعالی خداوندی است که هفت آسمان رو خلق کرده و زمین و مثلشون در زمین خلق کرده و امرش بینشون نازل میشه که چی؟ لتعلمو، تا بدونید که ان الله على كل شيء قدير، خداوند بر همه چی قادره. کجا گفته که امام بر همه چی قادره؟ کجا گفته؟ بر عرش گفته انتم الفقراء الى الله، همتون هر چی هستیست، از شما گدایان دربار خدا هستید، فقیران دربار خدا هستید. اما خداوند قدرتش همه چیزو فراهم شامل میشه. ببینید با چین چیکار کرد. این همه مسلمانان عذاب داد. ای خدای بر خامنه‌ای همین عذابو بیار، مگر اینکه توبه کند. کرونایی که یک صدم یا یک هزارم سر مو کمتره، ببینید که کشور ابرقدرتو به چه روزی رسونده. اینا عبرت نیست؟ سیل میفرسته، سونامی میفرسته، اینا عبرت نیست؟ لتعلمو ان الله على كل شيء قدير، تا بدانید که خداوند بر هر چیزی قادر است. ولذا شفا دهنده تنها اوست، روزی دهنده تنها اوست. وقتی شما یک قصه رو میشنوید مثلا که فرانی از یه مرض خدا نکرده، خدا نیاره، سرطان شفا پیدا کرد، قابل تعجب نیست؟ شفا ذاتی. بعضی از امراض خداوند با دوا شفا میده، به قول شیخ الاسلام ابن تیمیه. بعضی از امراض رو با دعا شفا میده، بعضی از امراض با هر دو. برک پیش اون کرف یکون باش میشه، زلف یزول نباش نمیشه. ولذا ای بیننده ارجمند، ای مسلمان، ای انسان، وقتی خدا رو میشناسید، خالق تو میشناسید، شما با کی هستید؟ با خالق آسمان ها و زمین. وقتی خدا رو شناختید، با کسی هستید که امرش در همه جا نافذه. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده خداوند عزوجل تنها اراده اوست که در این کائنات حرکت میکنه، بقیه همه ریموت کنترل هستند که اوست که اونا رو میچرخونه با اختیار مختصری که بهشون داده، اونم در این دارال امتحان آورده، بعد میبره جای دیگری. خب شما وقتی با خداوند قوی و عزیز و علیم هستید، از قوتش قوت میگیرید. ضعیفید، میخوای قوی باشید، موحد باش. قدرت تو از کی میگیرید؟ از خداوند قوی. الان مرده بت شده چه قدرتی داره؟ ای مرده پرست بیچاره، یعنی اینی که زیر خاک پودر شده، این اگه یه مورچه، یه موش، یه گربه سر قبرش بذاری، والا بلا نمیتونه کاری بکنه. باور نمیکنید؟ یه اگه تک پارت نکن، البته یه گربه رو ببن سر همین قبر، ببین تا صبح سه انا هیچ غلطی نمیتونه بکنه هیچ کسی. بگذاریم از که هزاران از قبر همش دروغه، دجالان امامت و کذابان ولایت رسش کردن. شما وقتی با خداوند غنی هستید، از مردم بی نیاز میشید. غنا و ثروت تو از خدا میگیری. وقتی با خداوند عزیز هستی، خداوند صفات متعددی داره و این صفاتش در قرآنه، با خداوند عزیز هستید، عزت تو از خداوند میگیری، خود تو ذلیل نمی کنید. همچنان که پیامبر فرمودید در حدیثی که امام ترمذی روایت میکنه از حذیفه بن یمان، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، بر مؤمن شایسته نیست خودش را ذلیل کنه. ولذا عظمت این دین در کجاست؟ در اینجاست که انسان مؤمن با ارتباط با خداوند، با اتصال با خداوند، از کمالی که خداوند داره ازش اشتقاق میکنه.
عزت از او میگیره، ثروت از او میگیره، هر صفاتی که خدا من داره با اون صفات میخونیدش و جزی از اون صفات نصیبت میشه. مثلا ضعیفید، به خدا پناه میبرید، خداوند قویت میکنه، چنان ایمانی بهت میده که طاغوتای دنیا در مقابل تو چی نباشن. اما با رفتن به سوی مخلوقات، چه مرده چه قبر چه زنده چه پیر چه پاتال، انسان خار و ذلیل میشه. که این ذلیل کردن انسان و این خار کردن انسان را روحانیت مسیحیت در لباس مسیح پرستی و روحانیت مدعی تشیع و تا حدی تصوف، این ذلیل کردن بشر رو به عهده گرفتند. کشیش میبینی یارو سوار مقلدش میشه، سوارش میشه همجوری تک 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 گناهان شما معاف کنه. و همه غیر پرستان، غیر خدا پرستان. لیکن وقتی خدا رو بشناسید، نخی سرکارت با خداونده، با خالق هستی است. و اقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، نماز به پا دارید، یعنی با خداوندتون ارتباط برقرار کنید. وقتی چنین ارتباطی برقرار کردید، چنین نمازی که راست باشه شما را از فحشا و منکر دور میکنه، یعنی از داخل خودت یک مراقب برات قرار میده، نه اینکه با تیر و تفنگ. و عظمت این دین اینه که انگیزه داخلیش برات میذاره، برات یه مراقب داخل، خودت مراقب خودت میشی، بزرگترین جهاد با خودت میشه. ولذا عمر ابن خطاب یا عمر ابن عبدالعزیز یکی از اونا رضی الله عنهما امتحان میکنه یک چوپانی رو، به چوپان میگه که این گوسفند رو بفروش به من، پولشو بگیر. میگه مال من نیست. عمر بهش میگه که خب به صاحبش بگو مرده، گرگ خوردشه. میگه که به خدا قسم من به پولش خیلی نیاز دارم، و اگر من بگم که به صاحبش که مرده یا گرگ اونو خورده، قبول میکنه. من پیشش انسان مطمئنی هستم، انسان صادقی هستم. لیکن خدا کجاست؟ ببین این چوپانو انگشتشو بر حقیقت دین میذاره. این همه آیت الله، این همه مولا، این همه مولوی، این همه دیندار، اگه همین حقیقتو هر جا رعایت میکردن، جامعه غیر از این جامعه میشد. در هر کاری اگه میگفتیم خدا کجاست، در هر کاری یه جوابی بر خدا تهیه میکردیم. در لحظه که شما میگید خداوند مراقب منه، این کار انجام نمیدم، بدون که بهترین ایمانو دارید. اما امام زمان و بقیه مخلوقات رو در نظر بگیرید، تصور به شیخ بکنید، اینا همه شرک بازیه. اینایی که در باطن یه کار دیگه میکنن، در ظاهر کار دیگه میکنن، اینا خدا را نمیشناسن. قانون اساسی با تقیه مینویسن، نه دهمی رو تقیه کرد، اصلا اینا خدا را نمیشناسن، دروغ میگن، عوام فریبی میکنن. همون عوام فریبی رو که قرون وسطای مسیحیت با مسیحیان کرد، الان تشیع در ایران انجام میده و در عراق و در سوریه. مدعیان تشیع، روحانیت تشیع. اما مؤمن حقیقی، موحد حقیقی، ظاهرش مثل باطنشه، سرش مثل علانیتشه، یه ظاهر یه باطن نداره، دوتا موضع متناقض نداره. ورزا پیامبر اکرم علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام در حدیثی که امام ابن ماجه قزوینی از ارباز بن ساریه نقل میکنه، میفرمود که لقد ترکتكم مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها الا هالك. من شما رو در یک راه سفید روشن گذاشتم، یعنی دین کامل کردم. نگفت که با 12 امام کامل میشه. امامت بزرگترین جنگ با این دینه، ولی که به نام دین، با نفاق، علاوه از شرکولوژیش. لیلها که نهارها، شب این دین مثل روزش روشنه. بعد از من جز کسی که خودش بخواد هلاک بشه، هلاک نمیشه.
یعنی به این دین چنگ نزنه. هر که به این دین چنگ نزنه از هالکانه. داد ما را آخرین جامی که داشت، او رسول را ختم و ما اقوام را، داد ما را آخرین جامی که داشت. طور که عرض کردم در شرح این آیه، یکی از این موضوع رو مدت ها پیش ذکر کردم، نه در شرح این آیه، یکی از بزرگان عرب از رهبران قبیله اون موقع نقش دولت رو داشت، اومد در مدینه که با پیغمبر بجنگه، نعیم ابن مسعود یا نعیم ابن مسعود، هر دو درسته. رهبر قبیله قطفان بود، هیبتی داشت، جایی داشت، مقامی داشت، اومده که با پیغمبر بجنگه. در خارج از مدینه نصف شب بیدار میشه. انسان عاقل اونه که با خودش گفتگو بکنه، گفتگوی داخلی، این خیلی مهمه. به اصطلاح ما ایرانی ها کلاهشو قاضی قرار بده، یعنی با وجدان خودش حرف بزنه. میگه که اینو ایم، یا اینی، چرا اینجا آمدی تو؟ به خاطر که با این مرد بجنگید؟ این مرد مگه چیکار کرده؟ آیا خونی ریخته؟ تو از جای قبیله خودت بلند شدی اینجا آمدی مدینه که با این شخص بجنگی، این مگه خونی ریخته؟ آیا ارزی رو انتها کرده؟ آیا مالی رو برده؟ لایک های بوزینه مقلد دیگران که در این استبرهای تبلیغاتیشون در لس آنجلس نشستند و غیر لس آنجلس، این حرفا رو پیغمبر میزنند. به اندازه یک مشرک هم انصاف ندارن، بلکه دیگران کوکشو میکنند، فراماسورها. آیا مالی رو گرفته؟ و بعدم نیست که خرافیانی که با ما به خاطر توحید میجنگن توجه کنن. از خودش میپرسه ای نعیم، عقلت کجاست؟ چرا با این شخص میجنگید؟ ببین گفتگو رو با خودش، یه گفتگوی منطقی، عقلانی، آرام، در نصف شب، همین خودشو مخاطب قرار میده، سبب اسلامش میشه. دید که نه، این کار منطقی نیست، من اومدم با این شخص بجنگم، آخه این چیکار کرده؟ نه خونی ریخته، نه مال کسی رو خورده، دعوت به فضیلت میکنه، چرا با این بجنگم؟ با کسی میجنگه که دعوت به اخلاق میکنه، دعوت به رحمت میکنه، دعوت به عدالت میکنه، دعوت به انصاف میکنه. از خودش میپرسه ای نعیم، عقلت کجاست؟ با این گفتگو بیدار میشه، یعنی وجدانش بیدار میشه، در صف مشرکان رد میشه، میره به طرف پیغمبر. شخصی که اومده برای جنگ با پیغمبر در جبهه جنگ، و پیغمبر خیلی تعجب میکنه، گفت نعیم؟ میگه بله نعیم. خب چرا آمدید اینجا؟ گفت اومدم که مسلمان بشم. با یه دقیقه گفتگو، با یه دقیقه صراحت با نفس، از جهان کفر به جهان توحید و اسلام منتقل میشه. ای خدای شنوندگان ما را، اونایی که هنوز هدایت نشدن این چونی قرار بده. میگه که ای پیغمبر، هرچی دستور بدی من حاضرم. میگه ای نعیم، تو یه نفرید. گفت شما دستور بده. گفت هر طور که تونستی از ما دفاع کن. پیش قدرتمندان یهود، این مشرک که هنوز کسی نمیدونه، پیش مشرکان که با اوناست، خداوند چه خیری رو در دستش جاری کرد. جنگ خندق با شکست دشمنان پیغمبر، با شکست مشرکان و اهل کتاب اون زمان به پایان رسید،
و عنصر فعالش نعیم ابن مسعود بود، رفت بینشون اختلاف انداخت. شما وقتی خدا رو میشناسید همه دنیا روت باز میشه. در لحظه که خدا رو میشناسید، خداوند برات از اعمال بزرگی از خلالت کار میگیره، کار بزرگ در دستت اجرا میکنه. اما با امام شناسی، با مخلوق شناسی، مثال عرض میکنم، جز ذلت، جز خاری، جز سینه زنی، جز غم، جز اندوه، جز اینکه انسانی مرده متحرک بشه، چی نصیبش میشه؟ آخوند کیف میکنه و بس. این تازه در دنیاست، اما در آخرت جهنم. این شخص مشرک بود و مشرک اگه با خودش گفتگو نمیکرد، انصاف به خرج نمیداد، وجدانش بیدار نمیشد، مشرک میمرد و بر عبدالعباد جهنم میره. لیکن در یک لحظه فکر منطقی، تفکر منطقی، واقعی، آقا من چرا اینجا اومدم؟ من چرا با این شخص میجنگم؟ مگه ایش چیکار کرده؟ این که به خدا مردم میخونه، که این که به فضیلت میخونه، این که به صدق میخونه، این که دعوت به امانت میکنه، دعوت به اخلاص میکنه، دعوت به توحید میکنه، این حرفا رو زد، ایمان آورد. ولذا در یک لحظه، در طرفت العینی، انسان ممکنه از جهان کفر و شرک به جهان ایمان و خداشناسی منتقل بشه. معطل نباش ای شیعه ارجمند، ای خرافی، ای قبر پرست، ای صوفی غالی. خداوند وقتی به کسانی که بر پیغمبر توطئه کردن باب توبه رو باز گذاشته، بر شما باز نگذاشته؟ فان یتوبوا یک خیر لهم، درب توبه بازه و ان الله يحب التوابين ويحب المطهرين. چون در سوره بقره خداوند هم توبه کنندگان رو دوست داره، هم کسانی که پاکند، پاک میشن. این پاکی چی به وضو باشه و چه قبل از وضو باشه، از شرک پاک شده باشه. فان یتوبوا یکو خیر لهم، اگه توبه کنن بهتره براشون. و یتولوا، اگه توبه نکنن، یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا والآخره. یعنی اگر از امام پرستی، از غیر خدا خوندن، از قبر پرستی، از یا علی گفتن، یا حسین گفتن، یا مسیح گفتن، یا پیر و پاتال گفتن، یا قلندر گفتن توبه نکنید، خداوند میگه که در دنیا و آخرت عذابت میکنم، هم عذاب در دنیا هم عذاب در آخرت. ولذا قصه نعیم مسعود که در یه لحظه فکر میکنه از جهان شرق میاد، از بزرگان صحابه میشه. همه صحابه پیغمبر مشرک بودن، کافر بودن، با یه لحظه تفکیر آمدن مسلمان شدن. یعنی چه اسلامی؟ اسلام توحیدی، نه اسلام قبر پرستی. و ويتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. بس دو راه بيشتر نيست، يا سعادة الدنيا وآخرات، يا شقاوة الدنيا وآخرات. بركة بشر پیش خداوند در نهایت این دو گروهن. در دنیا سه گروهن منافق جز شونه، لیکن در نهایت اونی که دین خدا را تصدیق میکنه، توحید خدا را تصدیق میکنه، از معصیتش دوری میکنه، این تصدیق اونو به جنت میکشونه، با اعمال صالح به خدا نزدیک میشه. اما طرف دوم، طرف دیگه، نه خیر، به قیامت اعتقاد نداره، همه هم مقامش دنیاه. اگرچه این موضوع هنوز تکمیل نشده، لیکن تا اینجا من توقف میکنم که وقت نمازه. با اجازه شما، بعد که برگشتم انشاءالله بهتون خبر میدم در موضوع دوم، راجب حدود یک ساعت دیگه اگه خدا بخواد.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Peygamber Hacı Cuma. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا